خیابان‌های صنعا امروز در کنترل شورشیان شیعه مذهب حوثی، شورشیان انصار الله، شورشیانی که از روز دوشنبه هجوم تازه‌ای را برای اشغال مهمترین مراکز قدرت شروع کردند. در جنگ‌های خیابانی که تاکنون دست کم 18 کشته به جا گذاشته است. این تلاش آنها برای به کنترل در آوردن خانه رئیس جمهور که گزارش شده او در آن محبوس است. شورشیان حوثی امروز یک پایگاه موشکی ارتش را هم به کنترل خودشان در آوردند. دیروز آنها ساختمان تلویزیون دولتی، ساختمان مرکزی خبرگزاری رسمی کشور و کاخ ریاست جمهوری را اشغال کردند. با استفاده از تسلیحات، نفربرها و تانک‌هایی که از ارتش به غنیمت گرفتند. تواطؤ واضح مع القاعدة. این رهبران ها دیشب در تلویزیونی که به کنترل گرفتند. روشنه که دولت با القاعده دست به توطئه زده. دولت همه امکاناتش رو صرف حمایت از القاعده کرده تا در مقابل این انقلاب مردمی بیسته. دولت کشور رو به هرج و مرج کشونده تا القاعده بتونه در چند استان کشور نفوذ کنه. یمنی ها نگران و بیخبر از رئیس جمهورشان که شورشیان میگویند حالش خوب است و آزاد است که از خانهش خارج شود. دیروز جنگ های خیابانی خیلی مردم ایجاد کرد. همه مردم یمن احساس خطر میکنند. این شورای امنیت و حمایت از رئیس جمهور. اعضای شورای امنیت نگرانی شدیدشان را از اوضاع سیاسی و امنیتی وخیم کشور ابراز کردند و از همه طرف‌های درگیر خواستند که فوراً آتش‌بسی پایدار برقرار کنند. اما حوثی‌ها حالا به نظر می‌رسد روند مذاکره را با دولت در مورد قانون اساسی تازه رها کردند و حالا چشم به قدرت کامل دارند. کسری نجی، بی بی سی.